سلام خدمت همه دوستان و همکاران و یاران. نمیدانم، من موافق با تشکیل این جلسه نبودم، باز نفس جلسه موافق بودم، ولی در این شرایط کشور که همه عزادارن، گرفتارن، وحشت دادن، جلسه اینجوری تشکیل دادن خیلی لطفی ندارد، به خصوص که افراد از شرکت کردن میترسند و نمیان. من هزا دوستانی اصرار کردن، خصوصا آقای دکتر نعمت بخش، آقای دکتر توسلی نگذاشتن، نگفتن نخیر باید این جلسه تشکیلش. من موافقت کردم به شرط اینکه تعداد عده حاضر از 10 نفر تجاوز نکنه و زحمت هم برای خیلی ها ایجاد نشه، مثل خانم دکتر چنگیز که زاجون گرفتاری دارن باید در اینجا برحال از همه سپاسگزاری میکنم، چه این عده ای که اینجا حضور دارن، چه سایر دوستانی که در دانشگاه و عرض کنم که مراجع وابسته هستند و به من لطف داشتم. ولی این سپاسگزاری یه سپاسگزاری همگانی است، سپاسگزاری اختصاصی بنده مخصوص چند نفر است که این سپاسگزاری اختصاصی هم جوابگوی الطاف این افراد نیست، ولی خب دیگه من بیش از این جیره و چاره ای ندارم. 4 نفر رو در این مختصر سخنی که عرض میکنم 4 نفر رو انتخاب کردم که بیش از همه نسبت به من لطف بزرگ داشت. ارزش دوستی و مهربانی و عظمت این 4 نفر، هر 4 نفر به یک سانه برم، یعنی اگر اول اسم یک نفر را گفتم و اسم دیگر را آخر گفتم، این دلیل مقام و رتبه محبت و سپاسگزاری من نیست. من سپاسگزاری شامل است و برای همه این 4 نفر یک سان. اجازه فرمود اول از جناب دکتر نعمت بخش شروع کنم، که مثل یه برادر همیشه همراه من بوده، میامده میرفته و هیچ خودخواهی در وجودش نیست، وجودش محبت دوستیه. این خیلی ارزش داره، آدم هایی که ذره این نخوت رو از خودم چون خودخواهی درشون نیست و با مردم با روشه عاقلانه و جوان مردانه نمیدن، خلاصه خیلی به ایشون علاقه مندم، ایشون هم همینجور علاقه مندم. سبابی داریم که یه روز یه فیزیولوژی معتون رو من خونده بودم، به ایشون نشون دادم، گفتم اجازه بدین این فیزیولوژی رو مشترکن ترجمه کنیم. دیدم نه، ایشون رغبت چندانی نشون ندادن، این گذشت. ولی من از سر فیزیولوژی نگذاشتم، شروع کردم خوندن و تا آخر کتاب رو خوندم و قطعه قطعه هر جایی یه مطلب مفید بود، یه صد تا صفحه مطلب مفید رو نوشتم در روی برگه های کاغذ رو انتقل کردم. مدتی گذشت، حالا نمیدونم 1 سال 2 سال 6 سال چقدر شاید این مطالعه رو کردم. چه روز باز ایشون اومدن، لطف کردن که احوال پرسید، گفتم ببینید دکتر اینا رو من مختصر کردم و خلاصه بشیدم، میخوای ببری؟ گفت نه. بعد نمیدونم چطور شد، گفت آره میبرم. گفتم باش ببین. برد مدتی تو کشید، دیدم تمام این یاد داشته رو جلد کرده بود، یک کتاب کامل و تمام از این یاد داشت ها، چه عباراتش عبارات خیلی اصلاً چه منسجمی هم نیست و متفرقه هم از پیوسته نیست. در هر حال
یه کتاب خوب چاپ کردن، چه فکر بودم یه نسخه‌ام اینجا تو همین چیزو داشتم. خب این دلیل علاقه و مهربانی فرد است. جاهای دیگه بوده، کمک های که بوده، اما دن میامده. این از که از ایشون خب نمیتونم سپاسگزاری که فایده نداره، تشکر که فایده نداره. اول بدانم که از ته قلبم سپاسگزارم. نفر دوم که همین در همین موقعیت هستند، همین مقام رو دارم، همین سپاسگزاری رو ازشون دارم، بزرگوار حضرت دکتر صبریست که من نه شاگرد ایشون بودم، نه استاد ایشون بودم، نه هم کلاس ایشون بودم. هیچ ارتباط آموزشی به هم نداشته و هنوز هم نداریم. ولی ایشون از همون روز اول رفتارشون و حرکاتشون به صورتی بود که همه رو جلب میکرد. یه انسان واقعی، اهل دانش، اهل تفکر، اهل نوع اندیشی، مخصوصا نوع اندیشی صفت برجسته ایشونه و میتونن افکار نو و بدی عرضه بکنن. افسوس که گرفتارن در مخمصه دانشگاه و گرفتاری بودجه، چه خب هر کار مفید و ارزنده خرج داره و طبیعتا ایشون اون آزادی رو در خرج کردن و عرض کنم که کارهای خودشون ندارن. من حالا هر وقت من میام در دانشگاه بهداشتی یه اثر نوعی از ایشون میبینم. من میبینم که به هر حال این نوجویی و نوخواهی و تفکر مثبت و مثلا ابداع در وجود ایشون اون هست. و من میدانم که اگر یه بودجه مفصلی در اختیار ایشون باشه، کارهای خیلی زیادی به نفع دانشگاه خواهند کرد. حالا تا همین حد که هست اقداماتشون کردن. نمیدونم یه دانشگاه پزشکی نوز قرار بود بسازن کجا رسته. هر حال کارهای نوی ایشون خیلی جالبه، رفتارشون همینش. یکی لوحه تقدیر ایشون برای من نوشتن. من از خیلی افراد لوحه تقدیر دارم، از رئیس جمهور گرفته حضرت ارشاد، آقای خاتمی، چهار پنج تا وزیر بهداشت درمان، بسیاری مراجع نظام پزشکی، بسیاری دانشگاه های دیگر، لوحه تقدیر انواع مختلف. دانشجویان چه هر سال برام لوحه تقدیر میدن، ولی هیچ لوحه تقدیری نمیتواند با لوحه تقدیر آقای دکتر رقابت بکنه. این لوحه تقدیریشون همون در محتوا رو داره که لوحه تقدیر دیگر، ولی مطالبش به قدری جالبه، به قدری دلنشینه، به قدری جامعیت داره. درست مثل که ایشون همراه من بودن، 60 سال عمر من در دانشگاه مثل که ایشون همراه من بودن و درست در 4 تا کلمه تمام خدماتان از این 4 تا کلمه آوردن. برای چه دومی به این زیبایی و به این جامعیت و به این کمال نداشتن. برحال تشکرم رو بپذیرید. نفر سگدام از این 4 نفر این جناب آقای دکتر یقینیه. هر جا هر خبری باشه و من باشم میشه نما زور دارم با نهایت صمیمیت
من عکس میگیرم، اثر هنری بهم میدن. واسه از اون افرادیست که خودجوش محبت میکنه و خبرم داره. عکسایی که گرفته، چه فردی، چه اشتراکی. ببخشید. همه عکساشون دلنشین و زیبا و بی نظیره. واقعا عکساشون بی نظیره. آثار هنریشون به همچنین. بنابراین از ایشونم نمیدونم چجوری تشکر کنم. وسیله جبران که ندارم، چیکار کنم؟ پول چه نمیخواد و نمیگیرم و کار دیگه هم نمیتونم در خدمت شما بکنم. امیدوارم موفق باشید آقای دکتر یعقوبی برنامه. اما مطلب آخر، چهارم نفر کجا نشستن؟ آقای دکتر توسلی اینجا. این جناب دکتر توسلی چهار کردم تفاوتی از نظر مرتبه محبت و دوست داشتن و سپاسگزاری اینا. فرقی بین این چهار نفر نیست. هر چهار نفر برای من عزیزم، اما مخصوصا نفر آخر را ایشون قرار دادن، چون ایشون در همین سالن وقتی که افتتاح میکردیم افتتاح شد این سالن، پس از افتتاح ایشون یه شعری خوندن، یه غزلی از حافظ، یه تک غزل چه جز تک غزل باید من در سر تا سر حافظ ندیدن نظیر این غزل را که با این شعر بیت شروع میشه که جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. و همیشه میره جلو و میگه عرض کنم که هر آن دل کاشق رویت نباشد، همیشه غرقه در خون جگر باد. کسی کو بسته مویت نباشد، چه مویت در همون زیر و زبر باش. من حالا نمیتونم اصلا حافظم. در حال در سر تا سر دیوان حافظ یه غزل هست که مثل که حافظ این غزل را برای محبوبش، برای معشوقش، نمیدونم برای چی گفته، برای هر چی گفته، نهایت به اصطلاح عرض کنم که ظرافت رو به کار رو برده و چه غزل زیبای ساخته. چه هفت هشت بیته، سه چهار تا بیتش گذاشتم. این کار آخر ایشون ضمن این مسئله سال هاست که با من دوست و رفت آمد داریم و غیر از این رفت آمد ها عرض کنم که طبیب من بودن، طبیب معالجم بودن. در این مدت که بیمار شدم و قلبم یه انفرکتوس پوشید شد، ایشون همیشه خودشون شخصاً ناظر شدن در سر آنژیوگرافی که سه تا آنژیو از من کردن، ایشون خودشون همیشه حاضر بودن و محبت کردن. در حال این که نوبت آخر گذاشتم آقای دکتر توسلی، این است که ایشون خیلی به شعر علاقه مندن و شعرهای زیادی در حافظشون ضبطه و اگر مایل باشند لطفاً یه غزلی خودشون هست که صلاح میدونن در این جلسه من همه دارم. جز این عده‌ای که عرض کردم، یکی آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت که گذشته است که بسیار مرد شریفی بود و شخصا برای افتتاح این سالن تشریف آوردن اصفهان، از که من اصرار کردم قیچی رو بدم به دستشون نداشتم، قیچی رو به دست من دادن و افتتاح کردم. و این مرد خیلی مرد پرکار و اندیشمند بود. متاسفانه اوضاع احوال بهش اجازه نداد چه اونجور که دلش میخواد
خدمت بکنه و ناچار شد استعفا بده. آخرین نفر که میخوام عرض بکنم این سرکار خانم دکتر چنگیز است که خود ایشون اوایل خدمتشون در گروه ما بودند و بعد گروه ما رازشون نمیکرد و تشریف بودن در گروه های علمی و به هر حال جنبه های علمی رو دنبال کردند و امروز شدن رئیس دانشگاه اصفهان و جای افتخار است برای خانم های این دانشگاه و همه خانم ها که چنین خانمی ریاست دانشگاه را بگرفتن. من کمتر خانمی به خلق و خوی خانم دکتر چنگیز دیدم. خانمی قانه، خانمی بزرگ دارم، خانمی بی توقع و خانمی پرکار و فعال. و امیدوارم که خودشون همراه و همکاران خیلی خوبشون که انتخاب کردن موفق باشند و دانشگاه اصفهان را بتونن جلو ببرن. من دیگه بیش از این مثل این که توان صحبت ندارم و اگه اجازه فرمایید دیگه خطش بخونم.